مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول با ما همراه میشه. آقای کاظمی، سطح جدیدی از فشار بر روزنامه‌نگاران می‌بینیم که ابعاد مختلفی هم داره. درود بر شما. دقیقا همینطوره. در روز جهانی منع خشونت علیه زنان ما داریم در مورد دست کم 5 روزنامه‌نگاری که همین الان در زندان اوین حضور دارن صحبت میکنیم. خب چیزی که همسر خانم حامدی گفته، یکی از روش‌های قدیمی نهاد قضایی در ایران که برای اینکه زندانی رو معطل نگه داره یا روند طی شدن پرونده برای تعیین تکلیف رو انجام نده، یعنی 2 هفته پیش درخواست تجدید نظر دادن اما پرونده هنوز در دادگاه انقلاب مونده، هم پرونده نیلوفر حامدی و هم احتمالاً الهه محمدی، با اینکه بیش از 14 ماه از بازداشت غیرقانونی اونها میگذره و احکام سنگینی هم در دادگاه بدوی براشون صادر شده. از طرف دیگه خب در روزهای گذشته سعیده شفیع و نسیم سلطان بیگی هر دو برای گذراندن 3 سال و 6 ماه حبس تعزیری که براشون در نظر گرفتن به زندان رفتن. نسیم سلطان بیگی که پیش از این در سالهای پیش هم بارها بازداشت شده بود، سخنگوی قوه قضاییه اخیراً اونها رو متهم کرد به ارتباط با آن چیزی که آنها رسانه‌های معاند می‌خوانند. از سوی دیگه منیژه مؤذن، مثلا روزنامه‌نگار و مترجم، از 17 آبان بازداشت شده، الان در بند زنان زندان اوین، اما هنوز حتی ما اطلاعی از وضعیت اتهاماتش نداریم. اما به غیر از زندانیا، همونطور که شما گفتید، خانم شکرانی از فشارها نوشته بود، پیشتر خانم زینب رحیمی هم اشاره کرده بود و اطلاعاتی که ما داریم اینه که تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران، خاصه روزنامه‌نگاران زن، هم تحت فشارهای امنیتی هستند، هم پرونده‌های قضایی برای اونها تشکیل شده. یعنی این دور فشار شدیدی که از سال گذشته از جنبش زن زندگی آزادی بر روی روزنامه‌نگاران، به طور خاص روزنامه‌نگاران زن، اعمال شده بود، با قوت و قدرت از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ادامه داره و اون نهال نحیف روزنامه‌نگاری در ایران هر روز داره نحیف‌تر میشه. آقای کاظمی، در بیانیه گزارشگران بدون مرز اشاره شده که اینها دارن بهای پوشش اعتراضات رو میدن، بهای اون چیزی که در ایران گذشته. به نظر میرسه حکومت مشخصا از اون ماجرا عبور نکرده. اعدامی هم که انجام شد شاید بشه در همین راستا بود. فشار به روزنامه‌نگاران، فعالان از یک سو، همچنان پیگیری این طور خشونت معترضان. دقیقاً اعدام آقای میلاد زهره‌وند در سکوت کامل خبری از لحظه بازداشت تا لحظه اجرای حکم غیرانسانی اعدام که هیچ رسانه، خبرنگار، فعالی به او و خانواده‌اش دسترسی نداشته، خب هم خیلی غمباره، هم واقعاً یک جنایت حکومتی برنامه‌ریزی شده است. از سوی دیگه فشاری که بر روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان در داخل ایران می‌بینیم، مشخصاً برای اینه که روند اطلاع‌رسانی در مورد معترضینی مانند میلاد زهره‌وند ادامه پیدا نکنه، حکومت هر دو طرف، از این طرف خشونت اعمال میکنه و از اون طرف راه‌های اطلاع‌رسانی در مورد این خشونت‌ها رو هر روز بیشتر می‌بنده. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از استانبول، ممنونم از شما.